عشق همانند یک پرنده است، پرنده ای که اگر در قفس بماند افسرده می شود، بیتاب است تا از قفس بیرون بیاید و پرواز کند. هرچه بیشتر بخواهی آن عشق را در قفس نگه داری، بیشتر اشتیاق دارد تا از آنجا خارج شود. وقتی از قفس خارج شد، تو میمانی و خاطرات آن پرنده، به یاد آوازش میفتی و به قفسش خیره میشه، آنقدر که روحت تبدیل به اسیری میشود درون آن قفس، اسیری که فراموش کرده کلید آن قفس در جیب خودش. وقتی با مهداد عقد کردم گفتم بیا بریم مالمو، اونجا هم از حال و هوای اون دختره میای بیرون. دنیا بود، دریا بود، چی بود اسمش؟ هم ما اونجا هوا تو داریم. ولی خب من بازم بهت میگم این دختره مشکل داره. یه نگاه به مچه دستش بنداز. شرط می‌بندم نمیتونی بشماری چند تا خط چاق رو دستشه. آخرشی میخوای نزار قوانیشی یا خلیل جبران؟ هیچ کدوم. آرش آخه بدبخت، اون شاعر کلوپتاش هم یه مشکل داگشنه بودن. تیره تو تا کجا میره آرش خان؟ ببین نهایت کاری که میتونم واسط بکنم اینه که کارتو بفرستم کمیسیون. کمیسیونم من هستم، یه شاعر سرشناس هم هست، یه کارشناس مذهبی هم هست. پرنده رو اگه محکم بگیری میره، اما اگه ولش کنی و محل ندی میپره و میره. باید مراقب پرنده ها باشی و بهشون برسی. هممون پرنده ای، مثل من که یه پرنده. دیگه مد این آهنگا رفته، هیچ خواننده و آهنگساز